سلام تمامی همراهان عزیز لذت داستان، من شهرزاد هستم و اینجا هر شب برای شما یه داستان جذاب میخونم. امیدوارم که از شنیدن این داستان ها لذت ببرید. داستان سه برادر و دختر عمو. روزی روزگاری پادشاهی با همسر و سه پسرش زندگی میکرد. برادر پادشاه که وزیر بود دختری داشت مثل ماه شب 14. پسرها عاشق دختر عمویشان شده بودند. هر کدام آرزو داشتند دختر عمو همسرش بشود. پادشاه وقتی دید هیچ یک از پسران به خاطر دیگری از دختر چشم نمی پوشد، آنها را خواست. به هر یک 100 تومان داد تا به مسافرت بروند. بعد از یک سال برگردند. هر کدام سرمایه بیشتری به دست آورد دختر به او برسد. پسرها پذیرفتند و بار سفر بستند. پشت به شهر و رو به بیابان رفتند و رفتند. به شهر دیگری رسیدند. شهر آباد بود و پر نعمت. بازاری داشت بزرگ و با رونق. برادرها به هم گفتند برویم شاگرد بشویم تا هم حرفه‌ای بیاموزیم هم صاحب مال و منال شویم. برادر بزرگ شاگرد یک تاجر فرش شد. برادر میانی شاگرد یک تاجر آینه و برادر کوچک شاگرد یک تاجر جام فروش. مدتی گذشت. تاجرها صداقت و حسن اخلاق برادرها را که دیدند به هر کدام یک دکانی دادند تا خود اداره کنند. یک روز که برادر بزرگ در دکان نشسته بود، مردی قالیچه‌ای خوش نقش و نگار آورد. پرسید چند می فروشی؟ گفت 100 تومان. پرسید چرا اینقدر گران؟ فروشنده گفت این قالیچه سلیمان نبی است. هر کس روی آن بنشیند و بگوید به حق سلیمان نبی، به هر کجا که آرزو کند او را می برد. برادر بزرگ دید چیز خوبی است. 100 تومان داد و آن را خرید. روز دیگر برادر میانی در دکان نشسته بود. مردی آینه ای خوش نقش و نگار آورد و پرسید چند می فروشی؟ گفت 100 تومان. گفت چرا اینقدر گران؟ آینه فروش گفت این آینه سلیمان نبی است. هر کس بگوید به حق سلیمان نبی و به آینه نگاه کند، کسی یا جایی را که آرزو کند نشان می دهد. برادر میانی دید چیز خوبی است. 100 تومان را داد و آن را خرید. روز بعد برادر کوچک در دکان نشسته بود. مردی جام زرین خوش نقش و نگار آورد. پرسید چند می فروشی؟ جام فروش گفت 100 تومان. پرسید چرا اینقدر گران؟ گفت این جام سلیمان نبی است. اگر کسی بمیرد صاحب جام 3 بار بگوید به حق سلیمان نبی و 3 بار جام را از آب پر کند و روی سر مرده بریزد زنده می شود. برادر کوچک دید چیز خوبی است. 100 تومان را داد و جام را خرید. برادرها راز قالیچه و آینه و جام را با هم در میان گذاشتند. برادر بزرگ گفت از آینه بخواهیم خانه دختر عمو را نشان بدهد. برادر میانی گفت به حق سلیمان نبی خانه دختر عمو را نشان بده. با آینه نگاه کردند. آینه خانه را نشان داد. برادرها دیدند دختر عمو مرده است. زن عمو گریه و زاری می کند و می خواهند دختر را به غسال خانه ببرند. برادرها به گریه افتادند. برادر بزرگ زود قالیچه را آورد و روی آن نشستند و گفتند به حق سلیمان نبی ما را پیش دختر عمو ببر. قالیچه به پرواز درآمد. در غسال خانه به زمین نشست. برادر کوچک به زنها که می‌خواستند دختر عمو را بشویند گفت کنار بروید. زنها کنار رفتند. برادر کوچک 3 بار گفت به حق سلیمان نبی. 3 بار جام زرین را از آب پر کرد و روی سر دختر عمو ریخت. دختر عطسه‌ای کرد و زنده شد. همه خوشحال شدند.
به جای کفن لباس و زر و زیور برای دختر عمو آوردند. شادی کنند به قصر بازگشتند. همه که جمع شدند، پادشاه گفت: اگرچه پسرانم جوالانی شایستند، با این وجود میگویم دختر به پسر بزرگم میرسد، چون قالیچه بود که آنها را به موقع رساند. وزیر گفت: من هر سه برادر زادم را از چشمم بیشتر دوست دارم، اما میگویم دختر به پسر میانی میرسد، چون آینه از مرگ دخترم خبر داد. پادشاه رو کرد به برادر زادهش و گفت: دخترم تو چه میگویی؟ دختر گفت: عمو جان، من به پسر کوچکتان میرسم، چون اگر جام حیات بخش نبود زنده نمیشدم. پادشاه دختر را تحسین کرد و همه به او آفرین گفتند. پادشاه دستور داد مردم شهر را چراغانی کنند و 7 شب و 7 روز جشن عروسی بگیرند. داستان سه خواهر و انگشتری. زنی بود که 3 تا دختر داشت. از مال دنیا هم فقط 1 انگشتر. یک روز مادر به دخترانش گفت: بچه ها بیایید اول سر و جان شما را بشویم، بعد بروید صحرا تره بچینید. هر که بیشتر چید انگشتر مال او. بچه ها خوشحال شدند. مادر بعد از اینکه آنها را شست گفت: حالا بروید تره بچینید. بچه ها راه افتادند. خواهر وسطی که خیلی زبر و زرنگ بود از 2 خواهر بزرگتر و کوچکتر جلو افتاد. آنها 1 مشت چیده بودند، خواهر وسطی 1 دامن چیده بود. خواهر بزرگ و کوچک به مادرشان ایراد گرفتند که این قبول نیست، صبح باید برویم هیزم جمع کنیم، هر که بیشتر هیزم جمع کرد انگشتر مال او. مادر گفت: باشد. صبح که شد هر 3 خواهر به راه افتادند، رفتند جنگل تا هیزم جمع کنند. خواهر وسطی که زرنگ بود بیشتر جمع کرد. آنها 2 تایی 12، این 1 بغل. وقتی برگشتند منزل، باز 2 تا خواهران ایراد گرفتند: این قبول نیست، باید فردا صبح برویم گردو جمع کنیم، هر کدام بیشتر جمع کرد انگشتر مال او. مادر هم قبول کرد. فردا هر 3 خواهر رفتند گردو پیدا کنند. گرم کار بودند که گرگی از بیشه بیرون آمد. خواهر بزرگ و خواهر کوچک گردوهایشان را گذاشتند و فرار کردند. حواس خواهر وسط پرت شد. تا خواست گردوهایش را توی دامنش قایم کند، گرگ حمله کرد و او را گرفت و خورد. قطره خونی از دخترک به زمین ریخت و تبدیل به درخت آزاد شد. روز هیزم شکنی به جنگل رفت تا درختی ببرد و هیزم کند. از قضای روزگار رفت همان درخت آزاد را برید. این هیزم شکن با زن پیرش توی جنگل زندگی میکرد. کلبه بزرگی هم داشتند. هر بار پسر پادشاه که با آن حواله می آمد تا حیوانی شکار کند، اسب خود را توی حیات خانه آنها می بست. هیزم شکن دست و پای خود را توی رودخانه داشت می شست که دید قطعه چوب کوچکی از آن درخت را آب با خودش آورد. او همان را گرفت و به زنش داد تا در اجاق بیاندازد. پیر زن آن را داخل اجاق انداخت. ناگاه دختری قشنگ و زیبا از داخل اجاق بیرون آمد. پیرزن و پیرمرد پرسیدند: تو کیستی؟ چطور شد که از این قطعه کوچک هیزم در آمدی؟ دختر سرگذشت خود را از اول تا آخر برای آنها بیان کرد. پیرزن و پیرمرد گفتند: دختر جان، خدا تو را برای ما فرستاده تا در این وقت پیری چکه ای آب گلوی ما بریزی. تو دیگر به خانه نرو، خواهرانت دوباره حسودی می کنند و به تو صدمه می رسانند. همینجا بمان و با ما زندگی کن. دختر گفت: باشد، و ماند.
یک روز پسر پادشاه که برای شکار آمده بود میخواست اسبش را در حیاط خانه پیرمرد ببندد که چشمش به صورت دختر افتاد. از پیرمرد پرسید: تو که دختر نداشتی؟ این دختر زیبا از کجا آمده؟ پیرمرد هم شرح ماجرا را گفت. پسر پادشاه با دختر ازدواج کرد و 7 شبانه روز در آن ولایت جشن گرفتند. داستان سگدای کور. یک آدم فقیری بود. آرزو داشت خیلی چیزها گیرش بیاید، تا اینکه یک روز راهی که میرفت چند سکه طلا دید. چون نذر کرده بود هرچه خداوند به او بدهد از بهترین چیزها به آدمی که از خودش فقیرتر باشد بدهد، آن سکه ها را برد در مسجد. دید 3 کور نشستند. یکی از کورها از همه مظلومتر بود. گفت: من نذر کردم در زندگی چیزی گیرم بیاید از بهترین آنها به یک فقیری بدهم. کور گفت: خب اگر تو نذر کرده ای کیسه را به من بده تا خودم بهترین چیزش را بردارم. کیسه را به او داد. گدا فریاد کرد و گفت: ای داد مردم، این میخواهد کیسه مرا بگیرد. تمام مردم جمع شدند و گفتند: تو خجالت نمیکشی؟ میخواهی پول این کور را برداری؟ تو برو از راهی دیگر نون به دست بیاور. مرد ناراحت شد از مسجد رفت. مرد اما دنبال تلافی کردن بود. تا اینکه در مسجد دید کورها خوشحال هستند. مرد یک شب جمعه حلوا درست کرد. دید همان کور دست نماز گرفته بود و به طرف مسجد می آمد. مرد گفت: من برای شما حلوا آوردم. حالا چند تا زنبور هم توی ظرف گذاشته بود. زنبورها به مرد کور حمله کردند. کور دست پاچه شد. کتی که روی دستش بود افتاد. مرد کت را برداشت و فرار کرد. گدا هر چه داشت در وصله های کت گذاشته بود. مرد شب بعد آمد. دید گدا دارد درد و دل می کند و می گوید: هر چه داشتم و نداشتم بردند. کور دوم گفت: شما نمی دانید چه کار کنید. این عصای دست مرا می بینید؟ من این را به نجار دادم، تو خالی ساخته. هرچه گیرم می آید توی آن می ریزم. مرد گفت: خیلی خوب، شب بعد به سراغ تو می آیم. شب دیگر دید کور خوابیده. عصا را آرام کشید به طرف خودش. بعد دار و ندار کور را توی یک دستمال خالی کرد و رفت. شب دوم آمد. دید کور دیگری وقتی بلند می شود دست روی فرش می کشد. مرد متوجه شد که کور چیزی آنجا پنهان کرده. وقتی کور بلند شد برود وضو بگیرد، مرد بلند شد و رفت فرش را کنار زد. دید گنج سوم همانجاست. این را هم برداشت و برد خانه. دار و ندار کورها را برد. اما گفت: هنوز هم با شما کار دارم. شب جمعه شامی درست کرد و رفت پیش کورها. گفت: من شنیدم دار و ندار شما از بین رفته. من نمیتوانم به شما کمکی کنم، اما یک شامی برایتان پختم. کورها به خانه مرد رفتند. مرد توی غذای کورها سم ریخت. کورها خوردند و مردند. توی آن شهر یک مرد ساده ای بود. مرد رفت آن مرد ساده را آورد و گفت: من یک مرد غریبی توی این شهر هستم. پدرم مرده و شناسنامه ندارد. صبح که شد او را دفن نمی کند. من به تو 100 تومان پول می دهم. تو برو او را جایی بینداز. بعد بیا و پولت را بگیر. مرد جنازه اول را برداشت و برد در یک چاهی انداخت. رفت برای گرفتن 100 تومان. مرد گفت: پدرم برگشته. باز او را ببر. مرد ساده جنازه دوم را بر می دارد. می رود او را توی بیابان می اندازد و بر می گردد. وقتی برمیگردد مرد میگوید: باز هم پدرم برگشت. مرد ساده میگوید: این بار او را جایی میبرم که دیگر هیچ وقت بر نگردد. یک چوب و چماقی هم به من بده. هوا دیگر داشت روشن میشد.
مرد از کوچه‌ای که داشت جنازه را می‌برد یک حمام سرباز دید. این کور را انداخت داخل و خودش دوید در حمام ایستاد. شیخی توی حمام بود. شیخ از مرد ترسید، خواست فرار کند. مرد ساده با چماق زد توی سرش. شیخ هم افتاد و مرد. مرد ساده برگشت خانه و گفت دیگه برنگشت. مرد گفت نه. خب بفرما این 100 تومانت. من ممنونم از تو. یکی بود و یکی نبود. یک پادشاهی بود، رعیتهایش را میخواست. همه روز در میامد میان شهر را میگردید که ببیند مردم چه میکنند. یک روز وزیرهاش به همراهش آمدند میان شهر. دیدند یک قصابی خیلی خوشحال است. با مردمان میگوید و میخندد و شوخی میکند. از وزیر خبر گرفت که این علتش چیست که این از همه کس خوشحال تر است. وزیر گفت دو روزی به من مهلت بده تا من ته این قضیه را در بیاورم. شاه قبول کرد. وزیر آمد و یک پیر زنی را که از آن رنگ بازها بود خواست. گفت یک قصابی دیدم که خیلی خوشحال بود. حالا تو برو به خانه او تا توش را در بیاور که این خوشحالی از چیست. پیر زن رفت حیات آن قصاب را پیدا کرد. در زد. زن قصاب آمد پشت در، پرسید تو که هستی؟ پیرزن گفت غریبم و زوارم، اجازه بده یک آبی منزل تو بخورم. زن قاب در را باز کرد و گفت بفرما. پیرزن دید این زن قصاب خیلی قشنگ و خانهشان تر و تمیز است. از این جهت پرسید شوهرت چه کار است؟ گفت قصاب است. پیرزن گفت معلوم است که تو او را خیلی می‌خواهی. جوابش داد من در این دنیا غیر از شوهرم هیچ کس را نمی‌خواهم. هر وقت می‌آید خانه من دست به سینه جلوی او می‌ایستم. هر وقت می‌رود دکان دنبال او تا دم در می‌روم. از این تعریفا خیلی کرد. پیرزن آبش را خورد و خداحافظی کرد. آمد پهلوی وزیر و گفت آن قصاب شوهر چنان زنی است که خوشحال است. از بابت خانهش خاطر جمع است. وزیر به شاه گفت. شاه به وزیر گفت می توانی میان آنها را به هم بزنی؟ وزیر گفت چشم، یک هفته مهلت می خواهم. شاه قبول کرد. وزیر آمد همان پیرزن را خواست. گفت هرچه خواسته باشی تو را می دهم. میانه این قصاب و زنش را به هم بزن. پیرزن قبول کرد. رفت دم خانه همان قصاب. در زد. سلام کرد و وارد شد. گفت چند روز پیشتر آمدم خانه شما. من خیلی احترام کردی. به این علت میخواهم خدمتی به تو بکنم. تو با این قشنگی حیف است زن قصاب باشی. اگر میل داشته باشی پسر وزیر دنبال من فرستاده که تو را برایش بگیرم. از این حرفا خیلی زد. هرچه میتوانست حیله بازی کرد تا آن زن را قدری از راه بدر کرد. قولش داد که دو روز دیگر برایت گلوبند زیبایی از پسر وزیر میگیرم و میآورم. شب قصاب آمد خانه، دید زنش خیلی ترش رو است. هرچه ازش پرسید زن چه خبر است؟ هیچ نگفت. تا صبح قصاب بلند شد و رفت دکان. از قضا شاه و وزیر میان شهر میگشتند. دیدن امروز قصاب مثل پیشتر خوشحال نیست. شاه به وزیر گفت معلوم است که کاری کرده ای. وزیر گفت حالا صبر کن. دوباره پیرزن را خواست و مقداری پول داد. پیرزن پول را که دید خوشحال شد. رفت خانه قصاب. زن قصاب آمد و در را باز کرد. سلام علیک و احوال پرسی. گفت پسر وزیر من را فرستاده که اگر شوهرت را چیز خور کنی و بکشی تو را میگیرم. چند تا سکی طلا گذاشت کف دستش و آمد بیرون. زن قصاب مدتی کلاهش را قاضی کرد. عاقبت در دل راضی شد. زهر در دیزی کرد و شب به شوهرش داد. خورد و مرد. صبح فردا به قوم و خویش‌های شوهرش خبر داد
که دیشب دل درد گرفت و مرد و گریه وزاری. بردند خاکش کردند. پیرزن از مرگ شوهر که خبردار شد، رفت و وزیر را خبر کرد. وزیر هم به شاه خبر داد. شاه که گمان نمی کرد به این سادگی بشود خوشبختی را به بدبختی بدل کرد، سخت عصبانی شد و گفت: اگر این قضیه راست باشد، نسل هرچه زن است بر می اندازم. وقتی قضیه حتم می شد، دستور داد هرچه زن است بگیرند و بکشند. آن پیر زن را هم با زن قصاب آتش بزنند. کم کم طوری شد که در آن شهر دیگر زنی باقی نماند. البته مردم به تنگ آمدند. هیچ کس جرأت نداشت به شفاعت پیش شاه برود. تا یک روز جمع شدند و رفتند نزدیک پیرمرد 90 ساله‌ای که در جوانی پهلوان رسمی دربار بود. به او گفتند: تو پیرمردی و جهان دیده، به احترام ریش سفیدت می توانی پیش شاه شفاعت کنی. تازه اگر شاه دستور کشتن تو را هم بدهد، عمرت را کردی. ارزش این را دارد که جان زنهای مردم را به جان خودت بخری. پیرمرد پذیرفت، رفت به دربار و به عرض رساند که آمدم با پهلوانهای جوان مسابقه بدهم. شاه خندید و گفت: تو به این پیری از عهده که برمیایی؟ پیرمرد گفت: تو را کاری نباشد. کسی که ادعایی می کند پایان هم می ایستد. ترتیب مسابقه را دادند. شاه و اعیان به تماشا نشستند. پیرمرد با 3 از پهلوانها کشتی گرفت. یکی را بعد از دیگری به زمین زد. شاه سخت تعجب کرد و همه تحسین کردند. قرار شد شاه جایزه‌ای به او بدهد. پرسید: پیرمرد، چه نوع جایزه ای را ترجیح می دهی؟ پیرمرد فکری کرد و گفت: چرا زنهای مردم را اینقدر می کشی؟ می خواهم آنها را ببخشی. اگر اجازه بدهی برایت قصه ای بگویم. شاه اجازه داد. پیرمرد گفت: من که در این سن و سال چنین رشادتی دارم، در جوانی کارم دزدی بود و جاده بری. از عهده 100 پهلوان برمی آمدم. روزی در حین دزدی ها سوار به تنگهی رسیدم که به اندازه یک سوار بیشتر راه نبود. از دور دیدم سوار دیگری از آن طرف می آید. هرچه داد زدم که او صبر کند تا من رد شوم، فایده نداشت. سوار اعتنایی نکرد. تا توی تنگه رسیدیم به هم. سوار نقابداری بود. من دستم را دراز کردم تا کشیده‌ای به او بزنم. دست انداخت، بند کمر مرا گرفت، از اسب برم داشت و پرتابم کرد توی دره و رفت. من کوفته و خسته برخاستم و متعجب که این دیگر کدام پهلوان بود. اسبم را پیدا کردم و سوار شدم. دنبال آن سوار راه افتادم. وقتی نزدیک رسیدم، سوار برگشت و گفت: کجا میایی؟ میخواهی بکشمت؟ گفتم: تا امروز کسی نتوانسته بود مرا زمین بزند. چون تو این توانایی را داشتی، تو را رها نمی کنم. مرا به نوکری بپذیر، هر جا می روی مرا هم ببر. او قبول کرد و راه افتادیم. رفتیم و رفتیم تا رسیدیم سر چشمه‌ای. قلعه ای از دور نمایان بود. اتراق کردیم، نانی خوردیم و از پار آب دادیم. پهلوی چشمه قبری بود. سوار بعد از ناشتا رفت سر قبر نشست، زیر لب چیزهای زمزمه کرد. برگشت و گفت: من در این قلعه که به قلعه زرگران معروف است دشمن دارم. الان به طرف قلعه می روم. تو همینجا بمان. اگر دیدی صدا زود خاموش شد، بدان که بر می گردم. اگر دیدی صدا دیر خاموش شد، برخیز اسب و خورجین مرا بردار و برو، که اگر گیرت بیاورند می کشندند. بعد برخاست، شمشیر و گرزش را برداشت و پیاده راه افتاد. تا 2 ساعتی از شب گذشته خبری نبود. یک وقت دیدم از در و دیوار قلعه آتش بالا رفت. صدا برخاست و زود خاموش شد. نزدیک بود زهری من بترکد. اما منتظر ماندم تا از دور سیاهی پیدا شد. نزدیکتر که آمد دیدم همان پهلوان است. 2 سر بریده در دست دارد
که هر کدام به اندازه هیکل یک نفر است. سرهای بریده را زمین گذاشت و گفت: اینها دشمنان من بودند. بعد آب خواست، برایش بردم. دستش را شست و نشست. مرا هم گفت نشستم. نقاب از صورتش برداشت. دیدم دختر است. من از خودم خجالت کشیدم. بعد به من گفت: این قبر پسر عموی من است که نامزد من بود. ما هر دو تاجرزاده بوده ایم. نامزد من برای تجارت به این شهر آمده بود. این دو نفر او را کشته بودند که رؤسای این قلعه بودند. غیر از این دو، 40 نفر دیگر را هم در قلعه کشتم. می روی و می بینی. حال تو برو آن طرف چشمه بخواب. بدان که تا صبح حق نداری نزدیکتر بشوی. صبح که شد من و تو می رویم. هرچه مال و حشم و اموال در قلعه است بار می کنیم و می بریم. من رفتم به جایی که باید می خوابیدم. او باز رفت سر قبر و باز بنا کرد به زمزمه کردن و گریستن. تا نزدیک های سفیده من از ترس تمام شب خوابم نبرد. هوا که روشن شد دیگر سر و صدایی نیامد. برخواستم و رفتم نزدیک. دیدم دختر روی قبر افتاده، سر قبر خون راه افتاده. معلوم شد نوک خنجرش را به قلبش گذاشته، دستش را روی قبر، خودش را روی قبر انداخته و کشته. به قدری قشنگ بود و جوان که من مدتها گریستم. نمی دانستم چه کنم، دلم آرام نمی شد. حالم که جا آمد دیدم کاغذی نوشته و زیر تنش گذاشته. کاغذ را برداشتم، دیدم نوشته: اسب و خورجین من، با آنچه در قلعه خواهی یافت مال تو. مرا همینطور با لباس پهلوی نامزدم دفن کن. درختی سر قبر ما بکار و برو به امان خدا. همین کارها را کردم. گریان و از خود بی خود راه افتادم و رفتم به قلعه. همانطور بود که دختر گفته بود. هرچه مال و اموال بود جمع کردم و با خود بردم. دیگر از دزدی دست برداشتم. الان که 40-50 سال از آن تاریخ می گذرد، هنوز از آن اموال می خورم. این قصه را گفتم تا شاه بداند که تمام زنان از یک نوع نیستند. شاه قصه را که شنید گفت: اگر مرا ببری آن قلعه و قبر را نشانم بدهی تا من به صحت این ماجرا پی ببرم، حاجت تو را بر می آورم و دیگر زنها را نمی کشم. این بود که اسب و استر حاضر کردند و راه افتادند. اول قبرها را دیدند و درخت روی آن را که بزرگ شده بود و سایه افکن. بعد قلعه را با خرابی هایش برگشتند. شاه دستور داد که دیگر کاری به کار زنها نداشته باشند. پیرمرد پهلوان را هم عزت و احترام فراوان کرد و خلعتها و انعامها داد. داستان تعبیر خواب پادشاه. پادشاهی بود خواب دید. فردا که بلند شد خواب را فراموش کرد. وزیر را خواست که ای وزیر، من خواب دیدم و فراموش کردم، حالا خوابم را از تو می خواهم. برو هم خوابم را پیدا کن و هم تعبیرش کن و بیاور. یک ماه هم مهلت داری. چنانچه یک ماه گذشت و نگفتی، جانت را می گیرم. وزیر ناراحت شد، بلا تکلیف شد که من چه کار کنم. وزیر حیران و سرگردان شهر به شهر و دره به دره و دریا به دریا و کوه به کوه هی گشت و این ور و آن ور رفت. به هر کس که رسید سوال می کرد، اما هیچ کس نتوانست خواب پادشاه را بگوید، چه رسد به تعبیرش. بالاخره 28 روز گذشت. 2 روز دیگر وقت داشت. یک باغبانی بود همسایه این وزیر. آمد و به ناراحتی رفت نشست پیش باغبان به درد و دل کردن. کی باغبان، جریان این طور بوده و من 2 روز دیگر وقت دارم. چه کار بکنم، چه کار نکنم؟ باغبان گفت: ای آقا، من یه چیزی توی ذهنم هست، به چشم خودم دیدم. این را البته سوال بکنم، دنبالش را بگیری، شاید به نتیجه برسی. وزیر گفت: چیه؟ انشاءالله خیر باشه.
باغبان گفت: یک چند تا بز و بزغالا آمدن توی باغ من. یه چوبی پرت کردم با آنها، زد و یکیشان از بین رفت. وقتی از بین رفت، باقی دیگرشان فرار کردند و رفتند. یک مرتبه دیدم یک پسر بچه ای آمد و گفت: بله، تو بز مرا چرا کشتی؟ حالا که این را کشتی، دو بزغاله پیسه داخل شکمش هست. یکیشان چه رنگ و یکیشان چه رنگیست؟ شرح داد. گفتم: ای بابا، تو از کجا میدانی داخل شکم این بز چه هست؟ گفت: من میدانم، تو 3 تا بز از من کشتی. خلاصه بکش و نکش، آمدیم پیش قاضی حاکم شهر. رفتیم. پسر گفت: ای آقا، این مرد 3 تا بز از من کشت. گفتم: من قیمت 1 بز بدهکارم، اما این بچه میگوید 3 تا بز. قاضی گفت: ای بچه، تو چطور این را میگویی؟ بچه گفت: ای آقا، شکمش را پاره کنید، نگاه کنید. اگر من اشتباه کردم، اصلا این مرد را میبخشم. خلاصه، وقتی شکم بز را پاره کردند، دیدند که حق با پسر است. 2 تا بزغاله پیسه توی شکم بز است. یکیشان ماده و یکیشان نر. آن که ماده است سیاه است، این که نر است سفید است. گفتند درست بود. خلاصه آنها قیمت 3 تا بز از من گرفتند. وقتی قیمت 3 بز از من گرفت، من به فکر افتادم که چطور پیش بینی این بچه اینقدر درست بود. حالا ای جناب وزیر، برو دنبال آن بچه، شاید بتواند خواب پادشاه را پیدا کند و نجاتت بدهد. وزیر امیدوار شد. گفت: ای خدا رحمت کند پدر و مادرت را. این را گفت و سراغ به سراغ آمد و بچه را پیدا کرد. اما بچه گفت: ببین آقا، من جواب تو را نمی دهم، الا اینکه خود پادشاه مرا بخواهد تا بیایم و جواب بدهم. وزیر هر چه کرد بچه راضی نشد. مایوس و پریشان برگشت. 2 روز هم تمام شد. پادشاه وزیر را خواست که: ها وزیر، بیا ببینم چه کار کردی؟ وزیر گفت: قبلی عالم، من هیچ. بعد از تجسس زیادی که کردم، فقط یک پسر بچه 7-8 ساله ای را پیدا کردم. گفت: اگر پادشاه از من بخواهد، من می آیم. هم خوابش را می گویم، هم تعبیرش را. راستیاتش، من هرچه گشتم، کس دیگری را پیدا نکردم. حالا امر خودت. اگر اجازه بدهی به امر شما بفرستم بچه را بیاورند، بلکه مشکل شما را حل کند. پادشاه تعجب کرد. گفت: بفرست دنبال بچه. پیغام شاه را بردند برای بچه. اما او گفت: به پادشاه بگویید ای پادشاه، من فقط به شرطی میایم که همین وزیرت را، که این کار را اول گردن او نهادی که تعبیر خوابت را بگوید و نتوانست، زین اسب بگذاری به دوشش، تنگ محکم هم بزنی کمرش، بعد بفرستی تا از همینجا من سوارش بشوم و بیایم به قصر و جریان را بگویم. پادشاه این را که شنید، متحیر ماند که یعنی چه؟ پس این دیگر چه حکایتیست؟ خلاصه از ناچاری وزیر را زین گذاشتند و تنگ بستند و افسارش را دادند دست یک غلام سیاهی و فرستادند پیش بچه. او هم فوراً بلند شد، پانه‌ها توی رکاب و سوار کول وزیر شد. با شلاق هی زد پشت وزیر تا رسید خدمت پادشاه. پادشاه که این صحنه را دید تعجب کرد. او می‌خواهد تعبیر خواب کند. این چه کاری است که با وزیر می کند؟ بالاخره بچه آمد حضور شاه. برد پهلوی خودش او را نشاند. گفت: بچه، این چه جریانی است؟ بچه گفت: اول یک میخی به من بدهی تا من اسبم را ببندم که در نرود. میخی دادن به بچه. او هم وزیر را با آن میخ کرد به زمین. بعدش پادشاه گفت: خب بگو ببینم بچه، این جریان چیست؟ بچه گفت: قبلی عالم، من تأمین جانی دارم که بتوانم این حقیقت را به عرض برسانم. پادشاه اجازه داد که از هر جهت ایمنی، خاطر جمع باش. گفت:
خب بایستی خلوت بشود. باید خودم و خودت باشیم. این وزیر وکلا را از پیش خودت رد کن بروند. پادشاه دستور داد خلوت کردند. گفت حالا بگو. دوباره گفت قبله عالم، من تأمین جانی دارم که حقیقت را به عرض برسانم؟ شاه گفت بابا من که گفتم تأمین جانی از هر جهت داری، میخواهی بنویسم و مهر کنم؟ بچه گفت ای قربان دستت این کار را بکن. پادشاه نوشت و مهر کرد که این بچه هرچه بگوید تأمین جانی دارد. پسر کاغذ را تا کرد و گذاشت توی جیبش. بعد گفت آن خوابی که تو دیدی این بود که حلوایی درست کردند و گذاشتن پیش تو. سگ سیاهی رسید و حمله کرد حلوا را بردارد. تو از آشفتگی بیدار شدی، خواب را هم فراموش کردی. گفت آفرین آفرین بر توی پسر، همین بود. حالا بگو ببینم تعبیرش چیست؟ گفت تعبیرش را هم به عرض می رسانم. تعبیرش جنبه ناموسی دارد. اجازه دارم به عرض برسانم یا نه؟ گفت اجازه داری. بگو ببینم جریان چیه؟ پسر گفت ای پادشاه قبله عالم، جسارت است، خیلی خیلی جسارت است. اما تعبیر خواب این است که وقتی شما می آیید توی عرک پادشاهی، توی خانه‌ات سوگلی حرم یک کاکا سیاهی دارد داخل صندوقچه. هر روز درش می آورد و با او هم خوابه می شود و عیش می کند. هر وقت هم که بر می گردی به حرم، کاکا سیاه را دوباره می کند توی صندوقچه و درش را قفل می کند. پادشاه این حکایت را که شنید متحیر شد. غضبناک پرسید مگر چون این کاری می شود؟ عجب حکایتیست این. پسر گفت قربان، من عرض کردم اول که تأمین جانی دارم یا نه. شما فرمودید که بله، کاغذ هم مهر کردید و دادید. من هم عین حقیقت را گفتم. حالا میگویی نه؟ برو ببین. پادشاه وزیر و وکلایی را که محرم او بودند دعوت کرد که یک جلادی بیاورید. اگر حرف این بچه دروغ بود گردنش را بزنید. بعد خودش پاشد و رفت داخل حرم سرا. دستور داد اتاق را خلوت کردند. ملکه به اصطلاح سوگلی شاه بود. بیرون نرفت. گفت چرا من بروم بیرون؟ من نمی روم. توی خانم هزار جور لباس زنانه دارم. گفتند دستور شاه است، باید بروی. گفت نه من نمی روم. در میان شاه با وزیر وکلا با جلاد و شمشیر غلاف کشیده وارد حرم سرا شدند. تمام حرم سرا را تفتیش کردند تا رسیدند به صندوقچه. ملک خودش را انداخت سر صندوق که این صندوق لباس خوابم است. شاه گفت او را پرت کنید آن طرف. انبر بیاورید و در این صندوق را باز کنید. خلاصه در صندوق چرا شکستند؟ دیدند بله، یک کاکا سیاه لپ لپی داخلش است. پادشاه فوراً دستور داد که همانجا ملکه و کاکا سیاه را گردن زدند. بعد برگشت پیش بچه و گفت من این کار را کردم. تا اینجا که تضمین داشتی، از این به بعد هم داری. حالا بگو ببینم جریان این وزیر چیست که اینطور خار و مفتزهش کردی، سوارش شدی و شلاقش زدی؟ پسر گفت ای قبله عالم، جریان وزیر این است که من پسر یک کشاورز هستم. یک جزئی زمین داریم که پدرم هر سال آن را کشت و زرع می کرد. او هر سال طبق معمول با گاوخیش شخ می زد. یک روز وقتی که داشت شخ میکرد، گاو آهن گیر میکند به یک قلابی. دم خیش بلند میشود، خدا به او مال بسیار میدهد. همانجا زمین را حفاری میکند، میبیند یک چاهی پله میخورد، میرود پایین. وقتی پدرم میرود، میبیند که همش خم خسروی است. پدرم میترسد، یک کشاورز بود بالاخره. وقتی که این وضعیت را دید، نزدیک بود دیوانه بشود. گفت چه از این بهتر که من به دولت اطلاع بدهم. من که کشاورزم، توان این را ندارم که این همه گنج خسروی را خرج کنم. بعد که این حساب و کتاب ها را کرد، می آید پیش همین وزیر که حالا زین به پشتش است. آمد به این وزیر گفت ای وزیر، یک همچو جریانی هست.
وزیر تنهایی بلند شد، شمشیر حمایل کرد و با پدرم آمد همانجا. هر دو تایی با هم از پله ها می روند پایین تا وقتی که می رسند به گنج خسروی. وزیر که این گنج را می بیند گردن پدرم را می زند و همانجا خاکش می کند. بعد خودش تنهایی گنج را تصرف می کند و به قصر می برد. الان هم همه آن گنج توی قصر وزیر است. حالا ای پادشاه، من انتقام خون پدرم را از این وزیر گرفتم و الا بی خود و بی جهت این کارها را با وزیر مملکت نمی کردم. الان هم بفرما تشریف ببر قصر وزیر تا صدق حرفهای مرا بفهمی. آقایی که تو باشی، شاه تا این حکایت را شنید پاک حیران شد که عقل این بچه 7-8 ساله تا چه جاهایی که نمی رسد. خلاصه شاه چند تا از وزرا و وکلا را برداشت و رفت به قصر وزیر. دید که بله، یک زیر زمینی هست، پله می خورد. هی می رود و خدا بدهد برکت. تا می روی، هی خوم خسروی است که روی هم چیده. چه عرض بکنم؟ وقتی برگشتند، گفتند ای پسر، سزای این وزیر به دست خودت که پدرت را کشته. هر کاری که می خواهی بکن. پسر هم به قصاص خون پدر وزیر را کشت. بعد پادشاه گفت حالا ای پسر، تو که با این سن و سال کم اینقدر عقل و هوش خوبی داری، بیا به جای این وزیر بشو وزیر من. امر و نهی من و مملکت همه به دست خودت. خلاصه آن پسر بچه شد وزیر پادشاه. یک مدتی که گذشت، پادشاه که میخواست او را خوب محک بزند و امتحان کند و چیزها و اطلاعات از او کشف کند، به او گفت بیا برویم شکار. وقتی رفتند شکار، پادشاه و بچه توی بیابان گم می شوند. شب می شوند. رفتند و رفتند تا به یک غاری رسیدند. دیدند خیلی تاریک است. ول کردند و رفتند توی جنگل. دیدند یک سر و صدایی می آید. یک چیزی می آید و می رود. دنبال همان سر و صدا رفتند. دیدند بله، یک رودخانه ایست کوچک و یک کلبهی کنارش. یک مرد و زنی هم داخل کلبه زندگی می کنند. یک بزی هم دارند و یک بز قاله. وقتی که رفتن پیش آنها و وضعیتشان را دیدند، فهمیدند که آنها تا به حال چشمشان به آدمیزاد نخورده. پرسیدند شما مال چه مملکتی هستید؟ جزء چه آب و خاکی هستید؟ گفتند ای آقا، ما چندین سال است اینجاییم. تا به حال هم کسی را به چشم ندیده ایم. هیچ هم نداریم. دارای من همین بز و بزغاله است که شیرش را استفاده می کنیم. پادشاه و بچه خواب گرفته بودشان. مجبور شدند که همانجا بمانند پیش آنها. مرد صاحب کلبه می خواست همان یک بز را که همه داراییش بود برای مهمانانش سر ببرد. پادشاه قبول نکرد. گفت نمی خواهد سرش را ببرید. از همان شیرش استفاده می کنیم. خلاصه آنها شب را ماندند پیش زن و مرد و صبح که خواستند بروند، دیدند مرد هی می رود توی کلبه، هی می آید بیرون. گفتند چه خبر است؟ گفت والا زنم حامل است، می خواهد زایمان کند. وزیر گفت ای پادشاه، سزاوار نیست که ما این مرد را تک و تنها اینجا ول کنیم و برویم. باید بیستیم تا بچهش به دنیا بیاید. پادشاه هم قبول کرد. ایستادند تا دم صبح دیگر که دیدند مرد هی می رود توی کلبه و هی در می آید. تا بار سوم که مرد با تبسم و خنده در آمد. پرسیدند خیر باشد؟ گفت بله، خدا یک پسری به ما داده. پادشاه گفت خیلی خوب، حالا دیگر ما برویم. وزیر گفت نه، اول برویم به عنوان هدیه یک چیزی بدهیم. از زن هم خداحافظی کنیم و بعد برویم. پادشاه قبول کرد. با وزیر رفتند داخل. تبریک گفتند. مشتی هم جواهر گذاشتند زیر سر بچه نوزاد و برگشتند که بروند. وقتی خواستند بیرون بروند، وزیر یک خنده ای کرد. بیرون که آمدند، پادشاه از وزیر توضیح خواست که چرا خندیدی؟ وزیر هرچه خواست نگوید شاه اصرار کرد. آخرش گفت خب حالا که میخواهی راستش را میگویم. این بچه که الان به دنیا آمد
نصف تاج و تخت و ثروت و مملکت تو را با دخترت میبرد. پادشاه گفت یعنی چه؟ گفت بله. پادشاه گفت این که کاری ندارد، همین الان میگیرم و از بین میبرمش. وزیر گفت این با خودت هست، اما من پیش بینی که داشتم عرض کردم. پادشاه مرد صاحب خانه را خواست و گفت من پادشاه همین آب و خاکم، این هم وزیرم است. تو این بچه را اینجا تولد کردی، این بچه از بین می رود. نه دکتری هست و نه دوایی. این را بده من می برم بزرگش می کنم. هرچه هم جواهرات می خواهی به جایش به تو می دهم. بعد هم که بزرگ شد می فرستمش دنبالت که بیاید و از اینجا نجاتتان بدهد. مرد گفت اجازه بده با زنم مشورت کنم، ببینم قبول می کند یا نه. رفت توی کلبه و با زنش مشورت کرد که بله، اینها که مهمان مایند یکی پادشاه هست و یکی وزیرش. تقاضا می کنند که این بچه نوزاد را بدهیم تا ببرند و بزرگ کنند. جواهرات هم به جایش به ما می دهند. بزرگ هم شد می آید دنبال من، از اینجا نجات من می دهد. حالا ای زن تو چه صلاح می بینی؟ بالاخره زن از روی محبت مادری قبول نکرد. مرد آمد بیرون و به شاه گفت، اما شاه دل نمی نهاد که برود. هی اصرار کرد و هی جواهرات بیشتر داد تا بالاخره بچه را از آنها گرفت. با قنداق زد به بغل و برد. رفتند تا رسیدند میان بیابان. شاه گفت ای وزیر تو باید این بچه را از بین ببری. وزیر گفت حیف است که یک بچه نوزاد را بکشیم، خدا را خوش نمی آید. من قبول نمی کنم. اگر خودت می کشی بکش. شاه گفت حالا که نمی کشی من هم که پادشاهم، قاتل یک طفل نوزاد نمی شوم. بگذارش توی همین بیابان، یک جانوری چیزی می آید او را می خورد. این را گفت بچه را با قنداق گذاشت توی بیابان و رفت. حالا ببینیم سرنوشت این طفل نوزاد چه شد. عزیزی که تو باشی جانم برایت بگوید، به حکم الهی آن بچه توسط یک چوپانی نجات پیدا کرد. به این طور که چوپان هر روز که به آنجا می آمد می دید یکی از میشهایش از گله جدا می شود، می رود بعد از نیم ساعتی دوباره بر می گردد توی گله. سه بار این اتفاق افتاد. آن میش هی از گله جدا شد و رفت و برگشت. چوپان پیش خودش فکر کرد که این میش حتما بره ای زاییده. می رود به او شیر می دهد و بر می گردد. خلاصه روز چهارم همان مسیری را که میش می رفت گرفت و رفت تا رسید به بچه قنداق شده. دید که بله، این میش به حکم پروردگار هر روز می آمده و به این طفل بیگناه شیر می داده. چوپان بچه را بغل زد، برداشت و آمد. خلاصه بچه پیش چوپان بزرگ شد. 8-9 ساله شد. بچه ی روشنی بود، فرز و چالاک. بین بچه های محل که می گشت اصلا یک چیز دیگری بود. برای خودش خوش اخلاق بود، تمیز و با نظافت و با نزاکت. یک قهوچی که همان نزدیکشان بود وقتی صفات و کردار این بچه را دید فرستاد پیش چوپان که ای آقا، این بچه را ماهی اینقدر پیش فراش های من بگذار. چوپان گفت ماهی 5 تومان. قهوچی قبول کرد. بچه به ماهی 5 تومان می آمد به فراشی قهوه خانه. وقتی این بچه آمد توی قهوه خانه وضعیت قهوه خانه را تغییر داد، تمیز و زینت آرایی کرد. اینها هم خوششان آمد. پیشنهاد کردن به پدر و مادرش که حقوقش را 1 تومان اضافه کند. یک مدتی که گذشت پادشاه و وزیرش که با لباس مبدل برای گشت و گذار و اطلاع از حال و روز مردم آمده بودند، گذارشان افتاد به این قهوه خانه. وقتی آمدند، دیدند یک جوان مؤدبی آمد. اینقدر ازشان پذیرایی کرد، اینقدر پذیرایی کرد که پادشاه شیفته جمال و کمالش شد. وقتی که خواستند بروند، یک انعام زیادی داد به او. دید وزیر یک خنده‌ای کرد. وقتی زدند به صحرا گفت وزیر. گفت ها. گفت دیدم خندیدی.
چه جریانی بود؟ گفت من کی خندیدم؟ شاه گفت انکار فایده ای ندارد، باید بگویی. وزیر گفت ای پادشاه، این جوان که توی قهوه خانه دیدی همان بچه ایست که فلان موقع فلان جا از پدر و مادرش گرفتی، گذاشتی توی بیابان که جک و جانور بخوردش، حالا بزرگ شده. شاه گفت این که کار ندارد، حالا به هر قیمتی که شده از قهوه‌چی میگیرمش. خلاصه شاه آمد پیش قهوه‌چی و گفت ای قهوه‌چی، این بچه مال کیه؟ گفت مال همسایم چوپان. گفت برو او را بیاور به اینجا. بچه را فرستاد سراغ چوپان، او را آورد. شاه به چوپان گفت من این بچه را میخرم، برای غلامی کردن، میفروشی یا نه؟ چوپان گفت به چند؟ شاه گفت به هرچه بگویی. بالاخره 1000 درهم گرفت و بچه را داد دست شاه. شاه هم بچه را برداشت و آورد. وسط راه یک چاهی بود که به اصطلاح راه چاه قدیمی بود، با 30-40 متر عمق. آبش خشک شده بود. قافله هایی که در این مسیر می آمدند و می رفتند از این چاه آب می کشیدند، دیگر از این راه نمی آمدند. این چاه کور شده بود. پادشاه به وزیر گفت این راه صعب العبور است، دیگر کسی از اینجا نمی گذرد. بیا این جوان را بینداز توی چاه. گفت من نمی کنم، خودت اگر می خواهی بینداز. خلاصه پادشاه خودش آمد، بچه را سرازیر کرد توی چاه و رفت. این بچه 3 روز تشنه و گرسنه توی چاه ماند، تا اینکه از قضای روزگار و از قدرت الهی یک قافله مکاری آمد و از آنجا گذشت. پسر را از ته چاه نجات داد. 3-4 نفری از اهل قافله آمدن سر چاه. یه دلوی سرازیر کردن توی چاه و بالا کشیدند. دیدن خیلی سنگین است. خوشحال شدند که به آب رسیدیم. اما وقتی دلو را بالا آوردند، دید یک جوانی مثل نور، خوشگل و سفید، نشسته توی دلو. یکی گفت این برای من، آن یکی گفت نه برای من. تا اینکه یکیشان که تاجر ثروتمندی بود، گفت آقا دعوا نکنید، 400 تومان میدهم، این جوان مال من. 400 تومان آن زمان خیلی پول بود. خلاصه آنهای دیگر وضعیت مالیشان خوب نبود، قبول کردند، پول را گرفتند و جوان را به تاجر دادند. خلاصه جوان را این کاروان برد. یک مدتی به اسم چارواداری او را می برد اصفهان، از اصفهان می رفت گرمسیر و از گرمسیر تبریز. این جوان اینقدر روشن بود که آن صاحب کاروان دیگر خودش نمی رفت. این جوان را با قافله می فرستاد و این جوان شده بود همه کاره او. گذشت تا اینکه یک روز که از اصفهان یا یک جای دیگری میخواستن بروند توی یک مسیری، در یک جایگاهی قافله بار انداخت. از قضای روزگار پادشاه و وزیرش با چند نفری دیگر میخواستن بروند حج. در آن زمان ها حج حدود 1 سالی طول میکشید. پادشاه از همان مسیر که قافله جوان بار اندازی کرده بود آمد. رسید به قافله. او هم با همراهانش بار انداختند کنار قافله. همان جوان رفت از پادشاه و همراهانش پذیرایی کرد. پادشاه خیلی خوشش آمد. دید عجب جوانی است این که ندیده و نشناخته این همه احترام و ادب می کند. وزیر دوباره یک خنده ای کرد. پادشاه خنده او را دید، مشکوک شد و گفت ها وزیر، تو باز خنده کردی، جریان چیه؟ گفت هیچ. گفت نه خیر، تو خنده ی علکی نمی کنی، بگو ببینم جریان چیه. وزیر گفت راستش را بخواهی این جوان نصف تاج و تخت را می برد و دخترت را می گیرد. شاه گفت ای بابا، تو چند بار همین را گفتی، من همانها را از بین بردم، حالا باز هم یکی دیگر پیدا شده؟ وزیر گفت به هر حال این چیزیست که من در میان پیشانیش می بینم. پادشاه گفت این که کاری ندارد، این را هم میگیرم و مثل آن بچه قبلی از بین میبرمش. الان من یک حکم اعدامی مینویسم به وزیر دست چپ، لاک و مهرش میکنم، میدهم دست این جوان تا ببرد آنجا. عرض کنم خدمت عزیزی که شما باشی. شاه حکم اعدام جوان را نوشت.
نهاد میان کاغذ نشاندار سلطنتی، لاک و مهرش کرد. بعد جوان را دعوت کرد و گفت: ای جوان، من پادشاه این مملکتم. به پاس خدمت و احترامی که تو به ما کردی، من هم میخواهم یک هدیه بزرگی به تو بدهم. آن هم این است که دخترم را نکاحت میکنم. بیا، این هم حکم و نامه است برای وزیر. بگیر و ببر و هدیه‌ات را بگیر. جوان هم هوس کنان پاکت لاک و مه شده را گرفت. حالا این حکم قتلش بود. نوشته بود که آورنده این نامه را فوری گردن بزنی. خلاصه جوان نامه شاه را گرفت و برد. پرسان پرسان رفت تا پای قصر سلطنتی. چون خسته بود، از بس که پیاده راه رفته بود، همانجا در سایه دیوار قصر گرفت و خوابید. خوابش برد. نامه پادشاه را هم نهاد سر سینه‌اش. از آنجایی که عمرش به دنیا بود، بر حسب تصادف، دختر شاه از پنجره قصر نگاه کرد. دید بله، یک جوانی مثل ماه تابان و سرو خرامان در سایه دیوار قصر خوابیده. یک نامه هم نهاده سر دلش. خوب که نگاه کرد، دید مثل اینکه نشان شاهنشاهی دارد. دستور به کنیزش داد که برو پایین، این کاغذی که روی سینه این جوان است بردار، بیا و ببینم جریان چیه. مثل اینکه نشان و مهر پدرم روی آن هست. نگفته نماند که دختر شاه با دیدن جوان که خیلی خوشگل و خوشبر و بالا بود شیفته‌اش شده بود. خلاصه دختر شاه نامه را باز کرد، دید بله، حکم اعدامش را نوشته به وزیر. این را که دید ناراحت شد که یعنی چه؟ این جوان چه ناخدمتی کرده که حکم اعدامش را نوشته؟ حیف از این جوان که وزیر اعدامش کند. بالاخره دختر قلم برداشت، به وزیر نوشت که ای وزیر، به محض اینکه این جوان به قصر رسید، فلان دخترم را به عقد و عروسیش کنید. یک ماه هم شبانه روز ساز و دهل بزنید تا من برگردم. دختر این را نوشت، همان چاپ پدرش را زد به آن و لاک و مهرش کرد و داد به کنیزش که برو بگذار سر دل جوان، حکم اعدام را هم پاره کرد. خلاصه جوان بعد از یک مدتی از خواب بلند شد، کاغذ را برداشت و آورد داد به وزیر. وزیر نامه را گرفت و نگاه کرد، دید نشان سلطنتی دارد. همه چیز آن نشان پادشاه را دارد. نامه را خواند، دید نوشته به محض اینکه این جوان رسید، فلان دخترم را برایش عقد کنید. خب دیگر دستور دستور شاه بود. وزیر فوراً آمد و جلوی همان جوان به خاک افتاد و گفت: تو داماد پادشاهی. بعد دستور داد همان دختر را برای جوان عقد کردند و جشن و شادی راه انداختند. ساز و دهل زدند و شهر را چراغانی کردند. 9 ماه و 9 روز و 9 ساعت که گذشت، دختر شاه زایید، یک پسر کاکل زری. پسر که 1 ماه شد، خبر دادند که پادشاه مملکت از حج برگشته، فردا پس فردا وارد می شود. تمام رؤسا و وکلا و وزرا آماده شدند که بروند استقبال. اینجا بود که دختر شاه آمد پیش جوان، حقیقت را به او گفت که بله، پدرم حکم اعدام تو را داده بود، ولی من وقتی که تو در خواب بودی آن را عوض کردم. حالا هم باید یک فکری بکنیم، والا پدرم هر دوی من را اعدام می کند. جوان گفت: حالا ما هر دو نفرمان کفن می پوشیم، بچه را هم قنداق می کنیم و چلواری می کشیم رویش، شمشیر غلاف کشیده می گذاریم و خودمان تنهایی می رویم پیش شاه با پای پیاده و برهنه. می گوییم حال ما این است، حالا خودت می دانی، می خواهی بکش، می خواهی ببخش. بالاخره کسی که از مکه معظمه بیاید که کسی را به قتل نمی رساند، به خصوص که من دامادش هستم و تو هم دخترش و این هم نوش. دختر هم گفت: رضاییم به رضای خدا، برویم ببینیم چه می شود، راه دیگری نداریم. آمدن کفن پوشیدند، بچه را هم گنداق کردند، شمشیر غلاف کشیده هم گذاشتند روی آن. پای پیاده و برهنه تنهایی رفتند استقبال شاه. دیدبان شاه دوربین انداخت، نگاه کرد و گفت:
دو نفر کفن پوشیده و پای برهنه از قصر میآیند این طرف. وزیر دوباره خنده ای کرد. شاه گفت: باز چه شده که خندیدی ای وزیر؟ گفت: قبله عالم، اینها که میآیند داماد و دختر و نوه هستند. پادشاه متحیر شد که چگونه؟ وزیر گفت: قضیه این طور بوده. بعد حکایت جوان، عوض شدن نامه و همه چیز را برای شاه تعریف کرد. بعد رو کرد به پادشاه و گفت: حالا هم با پای برهنه و شمشیر کشیده دارند میآیند خدمت تو که یا ببخشی یا بکشی. پادشاه انگشت حیرت به دندان گرفت. گفت: نه خیر، با حکم خدا نمی شود جنگید. حکم حکم خدا بوده. من می خواستم حکم خدا را برگردانم، اما نشد. این جوان هم از بیابان نجات پیدا کرد، هم از چاه و هم از حکم اعدام. این توی پیشانیش بوده که نصف تاج و تخت و ثروت و دختر مرا ببرد. خلاصه وقتی که آن جوان با دختر شاه و نوش آمد نزدیک، شاه هر سه را گرفت، سر و صورتشان را بوسید، به درگاه خدا استغاثه کرد. بعد همچون دیگر پیر و ناتوان شده بود، آمد به شهر. پادشاهی را محول کرد به آن جوان. خودش هم نشست گوشه‌ای به عبادت و راز و نیاز.